بر اساس بررسی های انجام شده توسط مؤسسه تحقیقاتی پیو تا سال 2050 دین مؤمن اسلام بین دیگر ادیان جهان بیشترین رشد جمعیتی و انتشار را در جهان خواهد داشت. طبق آمار اعلام شده توسط این مؤسسه تحقیقاتی، اسلام با حدود 72% و سپس مسیحیت با حدود 33% و هندو با حدود 32% رتبه اول تا سوم را خواهند داشت. بودا هم با کمتر از 1% رتبه آخر را در این میان به خود اختصاص خواهد داد. مؤسسه بازسازی و حفظ میراث فرهنگی فضل که از مراکز مرتبط با آستان مقدس عباسی علیه السلام است، پروژه بازسازی قرآن 6 جلدی مربوط به قرن 13 هجری قمری را آغاز کرد. در همین راستا، لیث لطفی، مدیر مرکز فضل گفت، این قرآن خطی شامل 6 جلد است و مرحله نخست عملیات بازسازی را با مواد بیولوژی و شیمیایی آغاز کرده ایم. سخت‌ترین بخش بازسازی جلد این قرآن است، زیرا دارای خط نوشته هایی با آب طلا است. دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه کربلا از برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی خود در علم داده و محاسبات هوشمند با شعار هوش مصنوعی ضروری است نه انتخاب خبر داد. احمد عبدالهادی الاسدی رئیس کمیته برگزاری این کنفرانس گفت نخستین کنفرانس بین‌المللی با نظارت وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی ریاست دانشگاه کربلا، نظارت کمیته رسانه و ارتباطات عراق و نظارت علمی مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک در عراق برگزار می شود. صندوق ثروت حاکمیتی عربستان دو روز پیش از تأسیس 5 شرکت جدید سرمایه گذاری در کشورهای اردن، بحرین، سودان، عراق و عمان برای اهداف اقتصادی خبر داد و اعلام کرده علاوه بر سرمایه گذاری های قبلی قصد دارد 24 میلیارد دلار در بخش های زیرساختی، املاک، معدن، تامین اجتماعی، تولیدات غذایی، کشاورزی، صنایع و فناوری مس سرمایه گذاری کند. در حالی که عربستان میگوید این شرکت ها سرمایه گذاری صندوق حاکمیتی را تقویت می کند. ناظران معتقدند این سرمایه گذاری ها ابزاری برای ایجاد نفوذ سیاسی و دیپلماتیک ریاض در این کشور هاست. منابع محلی اعلام کردند در پی وقوع چندین سیل در کشور پاکستان، این کشور به لبه پرتگاه رسیده و وارد یک بحران غذایی شده است. گفتنی است این سیل ها به دنبال همه‌گیری کووید 19، افزایش تورم و شدیدترین موج گرمایی که کشور در بیش از 60 سال گذشته با آن مواجه شده است رخ می‌دهد و بر خسارت‌ها و تلفات آنها افزوده است.